نهایتی که روح نشونیمون نوشته شده گفتیم زندگی. همه ما بی گناه به دنیا اومدیم و تقدیر اسم راهی بود که توش قدم برداشتیم. بعضیا تو این مسیر قهرمان یکی شدن و بعضیا ظالم. داستان زندگی بعضیامون هم ظالما نوشتن، نه قهرمانا. پیداش میکنم، اگه بمیرم اون خائن رو پیدا میکنم، حتی اگه یه سوزم بشه بره زیر زمین باز پیداش میکنم. اگه اسم من آگاه کاراچایه، اون پرستاری که از جونش سیر شده و برادرزادم رو ازم گرفته پیدا میکنم، به زور کشون کشون ازش میگیرم، برادرزادم رو به زور ازش میگیرم. مامان بیا آب بخور، بیا آب بخور. آروم باش، آروم باش. باشه مامان جو، باشه. به من نگاه کن، تو نمیذاری من برم. اگه اجازه بدی من برم خودم خواهرمو پیدا کنم. خواهر من همچین کاری نمیکنه، اونم با خواهر خودش. قربونت برم. آروم باش، آروم باش. آب بخور، زود باش، آب بخور. دخترتو ندیم کاراچایو برای چی دزدیده؟ اون دختر خواهر من نیست آقای پلیس، ازش شکایت دارم. من از اون دختر شکایت دارم. آبرومونو برد، عروسی نوامو خراب کرد، خدا ازش نگذره. تو استانبول به همه خبر دادیم، دیگه فقط یک کاخ سفید مونده که قاطی این ماجرا بشه. آقا تو میخوای کجا بری؟ این کار پلیسه، بذار پلیس کارشو بکنه. یکم عاقلانه رفتار کن. مهمونا رو به بهانه اینکه داماد حالش خوب نیست فرستادیم رفتن. داملام داره با خبرنگارا سر و کله میزنه، فقط من نیستم. پلیس هم دلش نمیخواد مطبوعات در جریان قرار بگیره. اگه الان دست آدماتو بگیری بری تو کوچه، جلب توجه میکنی. آقا بگو هواپیما رو آماده کنن. آقا داری کجا میری؟ آقا بذار منم باهات بیام، بذار منم دنبال دخترم بگردم. آقا بسه سر خانم، بسه، تموم شد، تموم شد. اون دختر تو برای همیشه برای من مرد. تا وقتی من زنده باشم، تا وقتی نفس بکشم، نمیذارم یه آب خوش از گروه دخترت بره پایین. تموم شد دیگه، به این راحتی ولش نمی کنم. همین. مامان باشه، باشه، آروم باش، آروم باش. بیا بریم بیمارستان، بریم بیمارستان، میبرمت بیمارستان. باشه مامان جون، بیا مامان جون، بیا میبرمت بیمارستان. مامان یه لحظه اجازه بدین، یه لحظه. همگی خوش اومدین. من جن کاراچای هستم. قبل از اینکه به عروس داماد تبریک بگم، میخوام یه چیزی بهتون بگم. مامان
برو بیرون. آرزوم این بود با یه لباس عروس سفید پیش شاهزادی سوار بر اسب سفیدم باشم و اولین شب من میخندم، اما نه به حال خودم، دارم به حال تو میخندم چنگ. من راحت به دست اومدم، اما اون سخت مگه نه؟ به جای من دنبال اون رفتی مگه نه؟ اون چون خیلی ناز داشت ارزش من بود و من بی ارزش شدم مگه نه؟ خب حالا چی شد؟ اون دختر عشوهی بهت رو نداد؟ شوهرمو برداشت و با هم از اینجا رفتن ها؟ متاسفم، اما نه برای خودم، برای تو متاسفم جنگ، برای تو. برو بیرون. بیرون. مامان ما خودمون مردونه حرف میزنیم، تو نباید دخالت کنی. تو حق نداری تو کار مادرت دخالت کنی. دیگه داری صبرمو لبریز میکنی، بس کن. صبرت هم مثل نمایشت خیلی کوتاه آقای جنگ. قرار بود روی صحنه حرف بزنی، چی میخواستی بگی ها؟ چی میخواستی بگی؟ زود باش بگو، تو روی من بگو، تو روی عروس خانوم بگو، زود باش. جنگ کاراچای زود باش در باز کن، باز کن، باز کن، وگرنه میشکنم. به خودتون بیاین، حق نداری این پسر منو قاطی این بازی کنی. تو داری در اتاق کیو میشکنی ها؟ عجب آدمیه، خودشو تو اتاق حبس کرده. بهت گفتم این در رو باز کن، میخوام باهات حرف بزنم. جنگ لطفاً باهاشون حرف نزن، همین الان از خونم بریم بیرون. اگه چیزی میدونی باید حرف بزنی، با تو هم. تو وقتی رفتی رو اون صحنه میخواستی یه چیزی بگی، میخواستی یه حرفی بزنی، بعدش همه بدو بدو اومدن سراغت و ساکتت کردن. بگو چی میخواستی بگی؟ در مورد دخترمه؟ آره؟ اون همه دنبالش بودی، نمیدونم باهاش بازی کردی یا میخواستی باهاش خوش بگذرونی، نمیدونم، اما من الان دیگه نگران ناموس دخترم نیستم. خدا ازتون نگذره ای خدا. من امشب نگران جون دخترمم، نگران جونش. شنیدی پدر تو حیات چی گفت؟ گفت تموم شد. تو رو خدا، اگه یه سر سوزن، اگه فقط یه ذره دخترم برات ارزش داره، ازت خواهش میکنم، اگه چیزی میدونی به خاطر رضای خدا بگو. اگه اینقدر وجدان داری، اگه چیزی میدونی به من بگو، خواهش میکنم. تو الکی رو اون صحنه نرفته بودی، مطمئنم یه چیزی میدونستی، میخواستی یه چیزی بگی. سحر خانم، نمیدونم حواستون هست یا نه، اما دخترتون شوهر خواهرش رو دزدیده. ببینم رو صحنه رفتن پسر من چه ربطی داره به این دستگلی که دختر شما به آب داده؟ ببینید، من در مورد جمره هیچی نمیدونم چرا و چطوری این کارو کرده.
نمیدونم، واقعا نمیدونم. بیا بریم دخترم. جوابتون رو گرفتیم، حالا دیگه اشکاتون رو پاک کنید. اگه امکانش هست حداقل یه امشب و جلوی چشم من نباشین. بیا دخترم، بیا. دختر من اشتباه بزرگی مرتکب شد. من اشتباه اونو نادیده نمیگیرم، اما چرا اون اشتباهو کرده؟ باید اینو بفهمم. هم دخترمو پیدا میکنم، هم میفهمم چرا این کارو کرده. خوب قصر در رفته. برو بیرون، جلوی چشمم نباش. به هیچ وجه با خودت فکر نکن از شر ندیم راحت شدی و میتونی به پر و پای پسر من بپیچی. عروس بدتاله، به حال خودت گریه کن، برای خواهرت نفرین بفرست و چشم انتظار شوهرت باش، وگرنه بیچارت میکنم. حالا میبینیم کی میتونه کیو بیچاره کنه. اون قسمتش فعلا مشخص نیست. شنیز خانم، با خودم فکر کردم تا حالا فرار کردی. پسر نترس من، پسر شجاع و جسور من، قهرمان مادر، امشب تصمیم گرفته بودی پدر بشی. آره چه حیف که قهرمان امشب تو نبودی. پرستار زبر و زرنگ دامادو گرفت و فرار کرد. ببینم تو که تو این قضیه دستی نداری نه مامان؟ شایدم حق با مادر دختره باشه، شایدم خودت دست داشته باشی. برای اینکه بتونن راحت تر فرار کنن اومدی روی صحنه تا اونا وقت کافی داشته باشن. باشه داداش، باشه، ممنون. هیچ خبری نیست. فقط امیدوارم آگاه خان از ویلا بیرونمون نکنه. به چی نگاه میکنی؟ من که نشنیدین؟ طرف روک و پوسکنده گفت دختر دیگه بر من مرده. فردا پس فردا با همین عصبانیت ما رو میذاره پشت در. بله دیگه، چرا باید خانواده دختری که برادرزادش رو دزدیده نگه داره؟ هیچ خبری از دختر من نیست. با تو هنوز به فکر ویلا و امارتی؟ ببین عروس، اون عقلتو به کار بنداز. دخترتو آدم ربایی کرده، میفهمی؟ با دستای خودش همه ما رو انداخت تو آتیش. البته اگه آگاخان به خاطر عروسش بگذره و ما رو ببخشه باید خدا رو شکر کنیم، وگرنه به خاطر دختر جنابالی هممون بیچاره میشیم. به جایی که بشینی و به این چیزا فکر کنی، ببین چرا جمره این کارو کرده. مثلا مادر بزرگشی. آقا، برای بار آخر ازتون خواهش میکنم، اتفاقای دیشب لطفا دیگه تکرار نشه. کار اشتباهی کردید بدون اطلاع ما رفتین اونجا. ازتون شکایت شده. اگه منصرف نمیشدن مجبور میشدیم وارد عمل بشیم. الانم خواهش میکنم آرامشتون رو حفظ کنید. و اینا فراموش نکنید که این وظیفه ماست که برادرزاده شما رو پیدا کنیم. لطفا برید منزل و استراحت کنید. ما کارمون رو بلدیم. خدا نگهدارتون.
شاهین داره دنبالشون میگرده؟ اون دوست دختره که تو آزمایشگاه کار میکرد تحت تعقیبه. امروز قراره همه دوستاش از دوران ابتدایی تا دانشگاهو ببینیم. آقای جنگ تشریف آوردن؟ هنوز نیومده آگاه خان. اگه میخواین زنگ بزنیم بیاد. نمیخوام. آدمی که یه ذره به فکر پدرش نیست و قصه پسرموشو نمیخوره کنار خودم نمیخوام. نمیخواد بیاد. چی کار کردیم مامان؟ چی کارشون کردیم؟ باشه داداش، دمت گرم. ببخشید شما هم به خاطر ما تو زحمت افتادین. به پدر مادرت سلام برسون، دست بوسشونم. ممنون. همه جای روستا رو گشتن؟ آی دیگه تو ولایت خودمونم آبرو برامون نمونده. آخ آدمای آگاه خونه به خونه همه جا رو گشتن، کل محله رو خبردار کردم. آی به سلامتی شأن و منزلتمون زبان زد شد، مبارک باشه. همه دارن در مورد ما حرف میزنن، در مورد ما. تو فقط بشین دعا کن، دعا کن که آگاه خان ما رو روونه زندون نکنه. آخ دختره بیچاره با اون شکم حامل خودش از بین برد. هزار بار گفت همچین خواهری نمیخوام، ولی کو گوشش نوا؟ هیچ کس گوش نکرد که. آگاه خان بی آبرویمونو جلوی همه مردم جار زد. تو یه ذره وجدان نداری؟ یعنی اصلا ناراحت نیستی؟ دو تا خواهر به جون هم افتادن، گوشت از ناخون جدا شده، تو هنوز به فکر در و همسایه هاتی؟ پس باید به فکر چی باشم؟ به لطف شما مادر و دختر، ملت دارن به همون میخندن، سحر خانم میخندن. همش تقصیر توه. اون دختر بیچاره بهت التماس کرد، گفت چشمش دنبال زندگی منه، گفت به من بی احترامی میکنه، ولی گوش ندادی. حتما باید شب عروسی داماد و فراری میداد تا باور کنی. چرا همون بار اولی که گستاخی کرد سوار اتوبوس نکردی بفرستیش بره؟ به جایی که بگی همچین بچه ای نابود شه، دستاتو باز کردی برای اون خائن داری دعا میکنی. به جایی که به خاطر اون خائن گریه کنی، برو به دختری که شب عروسی شوهرشو دزدیدن دل داره. بسه دیگه بسه، حرف دهنتو بفهم و بزن. اونا با هم خواهرن، اونا نوه های تو هن، نوه هات. اینقدر واسه من نوه نوه نکن. بذار دهن من بسته باشه. خودت فهمیدی چی میگم؟ خودت فهمیدی چی میگم عروس خانم؟ مامان بزرگ چی میگفت؟ چی رو خودت فهمیدی مامان؟
پس که اینطور سحر خانم آره میخوای دهن منو باز کنی، میخوای مجبورم کنی به حرف بیام. نه 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 نه، هیچ خبری نیست. معلوم نیست مهمونا رو چطوری ترسوندن که حتی یه سطر خبرم نیست. حتی ننوشتن داماد حالش خراب شده. خدایا آخه چرا من اینقدر بدبختم؟ به جای اینکه تیتر اخبار باشم حتی توی خبرم اسمی از من نیست. یعنی چی آخه؟ ببین میدونی اینا چیه؟ وقتی شما روحتونم خبردار نشده این بچه رو اینجوری شکنجه دادن. دور از جون دختر، حتما تو فیزیوتراپی اینجوری شده. کار زنیشه. به چی نگاه میکنی نورتن؟ بهت برخورد؟ به من نگاه کن تن. از دیشب تا حالا همش داری یه جوری نگاه میکنی. میدونم تو یه مشکلی داری، میدونم. نه از خستگی زیاده یهو رفتم تو فکر. آره خب من که میدونم داری به چی فکر میکنی نورتن جون. وقتی پلیسا اینجا بودن تو چشای من نگاه میکردی. خیر باشه تن، میخواستی به چی اشاره کنی؟ نورتن برو بیرون. مامان بزرگ گوش کن چی میگم، این زن نورتن یه چیزی شده، خدا به خیر بگذره. فعلا نورتن رو ول کن، میخوام حرفای خیلی مهمی بهت بزنم. آقا آگاه متوجه نبودنت نشد؟ فکر میکنه دارم دوست پرستار رو تعقیب میکنم. پلیس در چه حالی؟ داریم با خبرهای دروغین سرگرمشون میکنیم. دوربینای امنیتی؟ آخرین بار رد شدن چیزی در نیومد. توی کلبه قدیمی ماهیگیرا سوار قایق شدنشون هم دیدم. از اونام چیزی پیدا نمیشه. تو داری میلرزی؟ آخر این کار یا میافتم زندان یا میرم زیر خاک. شنیز خانم، آقا آگاه نمیذاره من زنده بمونم. فکر نمی کردم اینقدر ترسو باشی. انگار اولین بارشه داره به آقا آگاه خیانت میکنه. اون پرستار بیارزه با ارزشترین آدم آگاه و بدون اینکه حتی یه قطره خون از دماغش بیاد با اون همه آدم مسلح چطور تونست به دزد شاهین؟ به لطف شما شنیز خانم. اشتباه به لطف تو. بیا از اول مرورش کنیم. من چند ثانیه قبل از اینکه همه رو خبردار کنم به کی زنگ زدم شاهین؟ به من زنگ زدین شنیز خانم. خب چرا شاهین؟ به نظرت چرا تو رو انتخاب کردم؟ شاید به خاطر این بوده که افسار دست من بوده، مگه نه؟ الان به من بگو اونا کجا؟ میخوای یکم تمرین کنی؟
خب خسته شدی؟ دروغگو. خیلی خوبه. گرسنه‌ای؟ بذار ببینم. این آخریه. خب دیگه از صبح داریم هوای جنگل رو تنفس میکنیم، دیگه وقتش برگردیم به میدون. اول میریم یه سینی تو دوغ میزنیم با هم دیگه، بعدشم که میدونیم باید چی کار کنیم. نه شرف، پیداشون نکردی؟ با اون ویلچر تابلو که از 100 متری هوار میزنه ما اینجا این، تو نتونستی پیداشون کنی؟ آره نمیتونم از آدمای خودمون استفاده کنم، دارم با آدمای غریبه دنبالشون میگردم. قبل از هر کسی تو باید اونا رو پیدا کنی، هم قبل از آگاه هم قبل از پلیس، وگرنه بهت رحم نمی کنم، کار تو یه سره میکنم. یه آدم معلول رو ویلچه با یه دختر کنارش، دارم واسه خودشون همینجوری میگردن و شما عرضه نداریم پیداشون کنی. باید پیداشون کنی، باید اونا رو پیدا کنی، وگرنه مرتی که یه عوضی تو پدرم و به مادرم میفروشی. آره بی شرف کثافت، خجالت نمیکشی؟ تعریف کن، زود باش حرف بزن، با مادرم دارین چی کار میکنین؟ حرف بزن. کشش نده جیوان، ولش کن، من از دست مادر بزرگ تسبانی نمیشم، نمیدونه چی داره میگه، اعصاب هممون خورده، نه یه لقمه غذا خوردیم، نه خواب به چشمون اومده، اونم فشارش رفته بالا و نمیفهمه چی داره میگه. همین باشه، اون نمیدونه چی میگه. تو دست و پات میلرزه مامان. چرا؟ دست و پا میلرزه. من از این تعجب میکنم که تا الان چطوری سر پا موندم. خودت خواستی سحر، خودت خواستی اینجوری بشه. تو رو خدا تو به هم گیر نده دیگه، چرا نباید دست و پاهم بلرزه؟ من نمیدونم قصه کدوم دخترم رو باید بخورم، چطور توقع داری نلرزم؟ من الان بهت میگم قصه کدوم دختر تو باید بخوری. جیوان جون و برو بیرون یه هوایی بخور داداشی. راست میگی، چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ من بهتره الان برم ساحل یه نون و ماهی بزنم، شما هم ستایی با هم حرف بزنید خوبه؟ جیوان مامان یه لحظه، دختر ببین، برادرت جلوت وایستاده، میفهمی؟ مگه داری گربه از خونت بیرون میکنی ها؟ جیوان
برو. مامان. برو پسرم. گفتم برو. بهت چی گفت؟ چی برات تعریف کرد؟ فقط همین؟ آره؟ حرف بزن. تا جایی که سوار شدن تعقیبشون کردی، حتی خودتون رو سوار کردی، اما نمیدونی کجا رفتن. آره؟ به خدا راست میگم، به خدا هنوز پیداش نکردی. ببینید جلوی چشم خودتون زنگ زدم، خودتون که شنیدین هنوز پیداش نکردی. راویوف برو، برو ببینم، برو این حرفا رو به بابام بزن. سوار شو، سوار شو. حالا بابام کجاست؟ باشه باشه. من بهت بگم مامان بزرگ بهم چی گفت؟ یا اینکه خودت دوست داری بهم بگی؟ خودت دوست داری بهم بگی از اون بیچشم روی که حتی به بچه من رحم نکرد چطوری طرفداری کردی؟ تموم شد. دیگه تموم شد مامان. دیگه نمیخواد واسه من قصه ببافی که دلم برای هر دوتا دخترم میسوزه. تموم شد. دخترم ببین، من الان هرچیم بهت بگم نمیتونی بفهمی. تو هم مادر میشی. خب وقتی اون بچه‌ای که تو شکمته بگیری تو بغلت میفهمی چی میگم. مامان بزرگ، خدایا خودت کمکمون کن. دست تو بذار روش. از این به بعد سه تا بچه نداری، دو تا بچه داری، یه دختر، یه پسر. دست تو بذار روش. تو فقط یه دونه دختر داری. تو فقط یه دختر داری، اونم منم. دستتو بذار روش. وای باورت نمیشه از تیتر خبرو چقدر خندیدم. خدا بگم چی کارتو نکنه. عزیزم تو اونجا بنویس اینم یه مدل عروسی از زبون داملا کارچایی که مهمون زود میرن. نه بابا جونم، چه مسخره کردنی. داماد مریض شد، عروسی زود تموم شد، اونو دارم میگم. آره عزیزم آره، اگه دنبال تیتر خوبی به حرف من گوش بده، چون حرفای من هیجان انگیزتره. هیچ کی مثل خواهرای این نیست. یکیشون مثلا زندانی بود، بعد شوهر اون یکی رو دزدید و برد. چی داری میگی؟ بیا اینجا ببینم. بیا بیا اینجا تو روی خودم بگو. بی خود شلوغش نکنید، مثل آدم شیر یا خط بندازید. کی رانندگی میکنه؟ چون فکر کنم راننده خودم به خاطر مشکلات خانوادگیش مرخصی هستن. تا جایی که من میدونم فقط مشکل ما نیست، مشکل شما هم هست. اصلا میدونی چیه درام؟ اصلا سبک من نیست. باورت میشه؟ هر کی سویچو بگیره برنده است. باورم نمیشه. درام چی میشه؟ این چیزا به من ربطی نداره.
نمیشه دخترم، نمیشه. همچین چیزی نمیشه عزیزم، خدا رو خوش نمیاد آدم همچین کاری نمی کن. یا دست تو میذاری رو قرآن اون دختر نمک نشناسه تو فراموش میکنی عزیزم؟ یا آخه این چه درخواستیه که از من داری؟ مگه میشه آدم برای بچه خودش قسم بخوره؟ خدا قهرش میگیره دختر. باید قسم بخوری مامان، باید قسم بخوری، یا اون یا من مامان. یا باید اونو انتخاب کنی یا منو مامان. دخترم کی میتونه همچین قسمی بخوره؟ خدا همچین چیزی رو هیچ وقت قبول نمی کنه. دخترم مگه میشه همچین قسمی خورد؟ مگه میشه آدم بین بچه هاش فرق بذاره؟ دخترم تو همیشه بین بچه هات فرق گذاشتی، همیشه به اون بها دادی، اونو بیشتر دوست داشتی مامان. خدا کسی که بین بچه هاش فرق بذاره رو دوست داره؟ چرا؟ ببین این نفرت متعلق به تو نیست. بیا تو دختر کوچولو و لوس و نانار منی عزیزم. این عصبانیتی که دل تو مظلوم کرده برازندت نیست. پس برازنده کیه سحر خانوم؟ تو به حرف من گوش بده، تو به صدای من گوش بده، ببین مادرت چی میگه. ما با هم یکی هستیم، یه خونواده ایم. با گناهمون و ثوابمون، با درست و غلطمون، اما بازم یکی هستیم دختر، یکی. من، تو، برادرت و خواهرت. نه، من خواهر ندارم. من از این لحظه به بعد هیچ خواهری. نگو این حرف رو نزن. چیزی که از دلت نمیگذره به زبونت نیار. دیگه مادریم ندارم، مادر ندارم، من دیگه مادر ندارم. مادر ندارم، خواهر ندارم، مادر ندارم، خواهر ندارم. خدای 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 خدا، ای خدا.